با وجود اینکه هنوز حسن روحانی وزیر نیروی جدیدی رو به مجلس معرفی نکرده و یک سرپرست داره وزارت نیرو رو اداره میکنه ایسا کلانتری در شبکه های مختلف تلویزیونی داره ظاهر میشه و به مسائل مختلف مرتبط با آب میپردازه. رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی بحثهایی رو مطرح کرد که طبیعتاً حساسیت های زیادی رو هم ایجاد خواهد کرد به ویژه درباره برنامه پنج سالی ششم ایسای کلانتری درباره برنامه پنج ساله ششم انتقادهایی رو قبلا کرده بود اما این بار در موقعیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری داره این انتقادها رو مطرح میکنه و در حقیقت داره میگه که بر اساس برنامه پنج سالی ششم میزان آبی که باید مصرف بشه غیر اقلانی هست و باعث آسیب های بسیار زیادی به کشور میشه متاسفانه کشور جزیره ای تصمیم میگیره یه جایی میگن که محیطسیس باید حفظ بشه یه جایی قانون تصفیب میکنن قانون برنامه ششم که اخیرا ابلاغ شده و دولت موظف به اجرا هست که در این محصولات کشاورزی اینقدر باید افزایش تولید داشته باشه ما همین الان خدمت شما عرض کردم 97 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنیم در حالی که طبق عرف بینوالا نباید بیش از 36 میلیارد مصرف کنیم سلام. و این قانون اگر بخواد اجرایی بشه در پنج سال آینده حداقل 35 میلیارد متر مکعب آب اضافی باید مصرف بشه اصلا شدنی نیست از یک طرف میگن همه تابع قانونیم وقتی قانون اشتباهه قانون غلطه این قوانین باید اصلاح بشه نظارت حاکمیت بر سیاست های کشور باید از یک روش علمی و منطقی برخوردار بشه ما واقعا جا نداریم ببینید من خیال شما را راحت کنم اگر جمع مشکلات محیط زیست ما رو بذاریم رو هم صد باشه مشکل آب حداقل هفتاد از این صد است بقیه معلولان مشکلاتی که آقایان اشاره میکنن مثلا گونه های گیاهی داره از بین میره سیاست های تولیدی کشاورزی ما باید اصلاح بشه یه وقتی من تو برنامه قبلی هم تو تلویزیون خدمت بینندگان عرض کردم ما هفتاد میلیون واحد دامی داشتیم در کشور و مراتع ما در حال فرسایش بود الان افتخار کشور اینکه این هفتاد میلیون رسیده به 120 میلیون یعنی فشار بیشتر بر مراته فشار بیشتر بر پوشش گیاهی انقراض مواد ژنتیکی گیاهی به تبع اون انقراض مواد حیوانات جا، و جانوران بسلا محیط زیست اینا همه به هم پیوسته است سیاست های کلام باید اصلاح بشه ما چسبیدیم به اینکه خیلی خوبه سیاست های خودکفایی خیلی خوبه ولی آیا پتانسیل کشور وجود داره که این سیاست ها با تکنولوژی های پایین با آدم سرمایه گذاری بخوایم ما خودکفان بشیم محیط زیستمون هم حفظ بشه آبمون هم حفظ بشه گیاهمون هم حفظ بشه حیوانمون هم حفظ بشه اینا جمع از داده آیا سازمان حفاظت محیط زیست چه در گذشته و چه در الان نمیتونست در نوشتن همون قانون همین مراقبت بکنه نشده باید اعتراض بشه باید به نمایندای محترم مجلس گفت که کشور پتانسیل این همه فشار رو با این مقدار کم سرمایه گذاری نداره شما میتونین با 36 میلیارد متر مکعب آب اون تولیدات کشاورزی رو هم داشته باشیم منتها حداقل با 134 میلیارد دلار سرمایه گذاری آیت خامنه ای بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی توان تولید مواد غذایی برای 150 میلیون نفر رو داره اما هیچ وقت نگفته که آب لازم برای این تولید در اختیار ما نیست همین چند روز پیش بود که عیسی کلانتری در یکی از دیدارهای استانی اعلام کرد که ما تا 20 سال دیگه آبی رو برای 80 درصد مناطق مملکت نخواهیم داشت این یک زنگ خطر هست که با پیش بینی قدیمی او که می گفت در طی 10 تا 15 سال آینده حداقل 50 میلیون نفر از ایرانیان بایستی مهاجرت بکنند همخوان هست دلن دلن خانه و کاشا نیخیش رها کرده مهاجرت می نمود که چرا؟ به دلیل برداشت غیر مجایوز آب و خوش شدن ها و قنوات چه معنی دارد؟ با من بیا ببینم پس با وی رفت تا وی ببیند شاه غیر مجاز هفت کننده آ. ها. و تو زمین کشاورزی دین به آبی تبدیل کننده آ. آه. ای عراضی ملی تصرف و در آن کشت و زهر کننده ها میدانید این کار شما باعث خشک شدن قنوات و چهوات و منابع آب مجاور شده و افراد بومی را می مهاجراند؟ نه, نه. نه دانید پس بروید و بدانید بله با این برداشت های زیادی و بیرویه دارید همه جاره نابود میکنید عزیزای من دیگر لازم نیست مهاجرت کنی با همین یک نصیحت مشکلات آب منطقه که هیچ کل مشکلات آب کشور حل می شود درباره اینکه چقدر از آبهای تجدید پذیر میشه استفاده کرد بحث فراوانی مطرح شده بنام های مشخص کردن تکلیف همه کشور رو روشنه در کل جهان میگن که شما حق ندارین یعنی هیچ کشوری حق نداره بیش از چهل درصد از منابع آبهای تجدید پذیرش حد اکثر استفاده بکنن شما در مورد این چهل درصد میتونین صد بسازین میتونین منتقل کنین میتونین هر گونه دلتون خواست به هر جا دلتون خواست مصرف کنیم. ولی اون شست درصد دیگه سهم طبیعته متاسفانه مشکلی که ما در سدسازی پیش آمده اینه که همه آبها رو مهار کردن و همه آبها داره مصرف میشه یعنی چهل شده مثلا هشتا صد درصد الان در صد. کشور صد و ده درصده و تنها کشوری از این هشت میلیارد متر مکعب ما آبهای تجدید پذیر در سال داریم طبق آمار وزارت نیرون 97 میلیارد متر مکعب در کشور مصرف میشه خب سیاست و... آینده شما چقدر بود؟ سیاست آینده ما اینه که حق محیط زیست رو از تمام منابع آبی کشور باید به ما بدن الان به عنوان مثال وزارت نیرو گفته که 11 و میلیارد متر مکعب حقابه طالاب ها و رودخانه هاست که به انتها برسه که غیر از رودخانه کارون که چیزی در حدود یکونه میلیارد در سال میرسه به خلیج فارس در بقیه مناطق قطع مثلا دریاچه ارومیه حقش دو میلیارد 600 میلیون 700 تا میدن بهش اونم هفت تایی که سرریز میشه میاد این باید دو شیشتمش بیاد وقتی دو نهم بیاد دیگه دریاچه خوش نمیشه پس شما یه چالش بزرگ با صنعت و دولت خواهید داشت که این سهم آب طبیعت رو بدید بله سهم آب طبیعت باید بهش برگردانده بشه فکر میکنید این چالش رو موفق میتونید بشید با توجه به اینکه معیشت کار بیکاری این حرفا این چالش نه تنها از دست بنده نه تنها از دست رئیس جمهور دولت به تنهایی بر نمیاد مردم حاکمیت دولت مجلس همه باید دست به دست هم بدن که این اتفاق بیفته و نه وزیر نیروی تنها میتونه نه رئیس محیط زیست یا حتی رئیس جمهور به تنهایی قادر به این کار نیست ولی اینو توجه بکنیم که سرزمین داره از بین میره و تمام ریشه های مشکلات محیط بخش اومدهش حالا شما بعدا به ریزگردا و سوختن نمیدونم جنگلا اشاره خواهیم کرد در این نهفته است که ما منابعمون رو تخریب کردیم الان میگیم چکار بکنیم ما چهل سال منابع کشور رو تخریب کردیم آب رو تخریب کردیم خاک رو تخریب کردیم پوشش گیاهی رو از بین بردیم فرسایش به وجود اومده حالا میگیم که اینا رو چجوری اصلاح کنیم این برخی از این اصلاح پذیر نیست در جایی که آب ها از زیر زمین خارج شده زمین نشست کرده اون دیگه به هیچ به سابق بر نمیگرده مثلا به ریزگرد ها که بیشتر مردم کنجکاوش هستن بپردازیم آیا سازمان شما میتونه در مورد ریزگرد ها بعد چهار سال بگیم موفق بوده و چه نقشه ای داره برای این کار؟ ببینید ریزگرد ها همونطور که خودتون میدونین دو منشه داخلی و خارجی داره خارجی ها رو با توجه به اینکه بخش امدهش در عراق بوده و اون مناطق در اختیار داعش قرار داشته و تصفانه باعث خیزش ریزگردان میشده شده با توجه الحمدلله به شکست داعش و اینکه دولت عراق داره حاکمیت پیدا میکنه من فکر میکنم راحتتر بشه صحبت کرد و مذاکره کرد و کمکشون کرد که تا حدودی خودشون هم گرفتارن این ریزگردا رو مهار بکنن البته یه بخشش هم مربوط میشه به صد سازی هایی که در کشور ترکیه اتفاق افتاده و باطلاقا و طالابایی که در عراق سوریه خوش شدن و اینها رو البته اون بخشش ترک, ترک ها نمیدونم چقدر میخوان آب اضافه بدن چون در حال حاضر حدود 500 متر مکعب از فرات به اینا آب میدن در داخل هم ما باید اول خودمون به اصلا منشه ریزگرده خودمون رو خوش بکنیم درسته که چهار نقطه عمده در جنوب کشور تشخیص داده شده منشه خیزش ریزگرده و 24 تا در عراقه ولی این چهار تا نقطه به اندازه 12 تا نقطه ریزگرد های منشه ریزگرد های اراقی ریزگرد تولید میکنن که الان خوشبختانه سازمان جنگل ها و مراته با کمک دولت و محیط زیست بوجه اختصاص داده شده در حال تسبیت هست احتمالا مثلا یه دو سال یا سه سال آینده به طور کامل بتونن انشالله تسبیت بکنن حداقل این چهار چشمه داخل کشور بله و همینطور ریزگرد های لوکالی ما داریم مثلا در حومه شهر تهران بله. در بین قزوین و تهران یه منطقه داریم در حدود دو سه است اونجا باید مهار بشه منتهای مسئله اصلی همه اینا در داخل کشور به علت بیابیه منشأ اصلی ریزگردها کم آبی و بیابیه که تو سالات هم بود خیلی از دریاچه ها تلابا خوش شدن این خوش شدن ها اکثرا در اونهایی که در بستر رودخانه هستن صدا تشدید کردن ولی در خارج از مناطقی صدی وجود نداره به علت برداشت زیاد آب مصرف و تبخیر زیاد آب و کمبود بارش تبدیل باران به برف چون وقت تبدیل برف به باران داره. که اینا سبب شده که تشدید بشه کمابی وقتی که باران میاد به جای برف به جای اینکه در طول مثلا 6 ماه در اختیار طبیعت قرار بگیره در عرض 24 ساعت جاری میشه سیل میشه از دسترس خارج میشه که اینا رو باید روش های آبخانداری آبخیزداری همه اینا دست به دست هم بدن و سرمایه گذاری میخواد سازمان و محیط زیست مجری نیست بازم تکرار میکنم سیاست گذاره ما باید پایشگر باشیم به دولت بگیم به حاکمیت بگیم به مردم بگیم که مشکلات کجاست چون هر مشکلی به وجود بیاد دستگاه اجرایی مسئولش زباله مسئولش به کشوره اگر ما بتونیم بخشی از آبهایی رو که استفاده میکنیم باز چرخانی کنیم و بتونیم عملا فازلاب رو بازیافت بکنیم بخش عمده رو خب میشه درصد زیادتری از آب استفاده کرد اما در جمهوری اسلامی هنوز بحث بازچرخانی و بازیافت فاضلا و آبهای خاکستری در محدودهای های ابتدایش هست توجه کنید که در برخی از کشورها آب خاکستری یا آبی که برای شستشو استفاده شده و مصرف شده یک بار اون رو میان تصفیه میکنن و برای مصارف کشاورزی ازش بهره برداری میکنن و یا در برخی از مناطق مثل ایالت کالیفرنیا میان با تزریق و تغذیه مصنوعی آبهای خاکستری به درون زمین یک بار اون رو تصفیه میکنن و در جای دیگه برداشت میکنن از صفرهای آب زیرزمینی و حتی امکان شرب اون آب هم وجود داره به این ترتیب اگر راجب آبی که استفاده میکنیم و مصرف میکنیم به طور منطقی به قضیه نگاه بکنیم این امکان برای ما فراهم میشه که آبهای خاکستری رو تبدیل به آبهای تمیز برای شرب و شستشو کنیم اما آیا مدیریت جامع آب در ایران به این نتیجه خواهد رسید یا نه بایستی توجه داشت که تا زمانی که در کشور ما سازمان مستقلی در مورد مدیریت جامعه آب وجود نداشته باشه و آب عملا در حوزه های مختلف وزارتخانه و سازمان های مختلف دربارش تصمیم گیری بشه مشکلات ما بر سر جای خودش خواهد بود بسیاری اعتقاد دارند که بدون تغییر کلی ساختار حاکم امکان تغییر ساختار مدیریت آب وجود نداره و بایستی توجه کرد که هر ساختاری و هر حکومتی که نتواند آب رو مدیریت بکنه محکوم به شکسته به قول سف ام سیگل نویسنده کتاب پرفروش Let بی Be حکمرانی غلط آب نشان دهنده حکمرانی غلط و پرخطای سیاسی هست تا درودی دیگر بدرود